آلمان یکی از بهترین کشورهای اروپایی جهت مهاجرت ایرانیان است. بازار کار مناسب، رشد اقتصادی بالا، ثبات اقتصادی و سیاسی و امکان برخورداری از تحصیل رایگان در اروپا از جمله مواردی هستند که کشور آلمان را به مقصدی جذاب برای مهاجران تبدیل نموده. ما در این برنامه به بررسی شرایط مهاجرت به آلمان، عقص تابعیت و اقامت آلمان از راه‌های مختلف می‌پردازیم. با ما همراه باشید. تابعیت رابطه‌ای سیاسی، معنوی، اقتصادی و اجتماعی میان یک فرد و دولت متبوع اوست. مهمترین روش اخذ تابعیت تولد است که از دو نظام حقوقی خون یا خاک تبعیت می کند. در سیستم خون به این امر توجه می شود که تابعیت والدین فرزند متولد شده متعلق به کدام کشور است و به فرزند هم همان تابعیت اعطا می شود. اما در سیستم خاک محل تولد فرزند نقش اصلی را در اعطای تابعیت ایفا می کند. کشور آلمان مانند برخی کشورهای توسعه یافته دیگر سیستم خون را به عنوان نظام حقوقی اصلی خود در اعطای تابعیت انتخاب نموده است. این امر بدان معناست که فرزند یا نوزاد متولد شده در آلمان اگر دارای پدر یا مادری آلمانی باشد از زمان تولد خود تابعیت کشور آلمان را دریافت می کند و تفاوتی نمی نماید که در کدام کشور متولد شده است. یکی از ویژگی هایی که در سال 2022 در کشور آلمان ایجاد شد صدور ویزای جستجوی کار در کشور آلمان است. با استفاده از ویزای جستجوی کار در آلمان به متخصصان اجازه داده می شود که برای پیدا کردن شغل مورد نظر خود تا 6 ماه در کشور آلمان سکونت کرده و شغل مورد نظر خود را پیدا کنند. ارائه مدرک تحصیلی و تخصصی برای مهاجرت کاری به کشور آلمان ضروری است. اما با این ویژگی جدید شما می توانید بدون نیاز به مدرک خاص و تخصصی شغل مناسب خود را پیدا کنید. با پیدا کردن شغل مورد نظر خود دیگر نیازی به ارائه مدرک نیست و می توانید در کشور آلمان اقامت کنید. مهاجرت تحصیلی، سرمایه گذاری و ازدواج نیز از دیگر راه‌های محبوب مهاجرت به آلمان است. از قوانین دیگر مهاجرت به این کشور میتوان اشاره کرد که هنوز تحصیل در دانشگاه‌های آلمان رایگان است. این ویژگی یکی از مهمترین ویژگی‌های مهاجرت به کشور آلمان است و تحصیل رایگان باعث افزایش بسیار زیاد مهاجرت به کشور آلمان شده است. دانشجویان زیادی برای تحصیل به کشور آلمان مهاجرت می‌کنند. علاوه بر رایگان بودن هزینه دانشگاه، کشور آلمان دارای دانشگاه‌هایی با شهرت جهانی و رتبه بالا است. اقامت کشور آلمان به دو دسته موقت و دائم تقسیم می‌گردد که بدین صورت است. راه اقامت موقت این کشور محدود به تحصیل، شرکت در دوره‌های زبان آلمانی، تحصیل و اقامت‌های کاری محدود و سایر می‌گردد. مجوز اقامت دائمی این کشور به افرادی که حداقل به مدت 5 سال در این کشور متعهد به زندگی و کار نموده باشند تعلق می‌گیرد. آلمان کشوری صنعتی و ثروتمند می باشد که امکان تحصیل رایگان را برای دانشجویان بین المللی فراهم کرده است. این کشور همواره یکی از انتخاب‌های افرادی است که مایلند در اروپا تحصیلات خود را ادامه دهند. شایان ذکر است که شرایط تحصیل رایگان در اتریش، نروژ و فرانسه نیز وجود دارد. کشور آلمان به عنوان صنعتی ترین کشور اروپا امکان جذب سرمایه های خارجی را به بهترین نحو ممکن فراهم نموده است. رشد بالای اقتصادی، امنیت اقتصادی، صنایع بزرگ و پیشرفته، زیرساخت های قوی و غیره و غیره و غیره آلمان را به جذاب ترین کشور اروپا برای سرمایه گذاری تبدیل نموده. این امر چه در مورد سرمایه گذاران اروپایی و چه سرمایه گذاران خارجی از اروپا صادق است. با ثبت شرکت در آلمان شما اجازه بازگشایی حساب بانکی در کل قاره اروپا را خواهید داشت. علاوه بر این امر می توانید به تجارت و معامله با همه کشورهای دنیا نیز بپردازید.
امکان تحصیل رایگان و برخورداری از خدمات درمانی رایگان از دیگر مزایای این روش مهاجرت به کشور آلمان است که برای شخص متقاضی، همسر و فرزندان کمتر از 18 سال وجود دارد. ازدواج با اتباع یک کشور همواره یکی از روش‌های اخذ اقامت و تابعیت آن کشور است. کشور آلمان نیز از این قاعده تبعیت می‌کند. طبق قوانین ازدواج در آلمان و از جمله شرایط مهاجرت به آلمان از طریق ازدواج این است که اگر شما به عنوان یک خارجی با شخصی که تابعیت کشور آلمان را دارد و به عبارت دیگر یک آلمانی است ازدواج نمایید، می توانید به اقامت کشور آلمان و پس از آن به تابعیت این کشور دست پیدا کنید. اقتصاد کشور آلمان از مزایای بسیاری مثل نیروی کار با تجربه و متخصص، سرمایه فراوان، فساد کم و نوآوری زیاد برخوردار می باشد. اقتصاد آلمان رتبه اول قاره اروپا را دارد و این کشور جزو بزرگترین تولید کننده هاست. تولیدات ناخالص در آلمان شامل خدمات صنعت و کشاورزی می باشد. نیروی کار در کشور آلمان بسیار کم است. به همین دلیل مهاجرت به آلمان از طریق کار همیشه با موفقیت روبرو می شود. خب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردین حتما برنامه رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که برای دیدن برنامه های جدید ما این سفر رو دنبال کنید.